به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. یما سیاوش مجری پیشین یکی از رسانه های افغانستان صبح امروز با دو کارمند در افغانستان بانک در نتیجه انفجار یک ماین در کابل جان باخت. این رخداد واکنش های را برانگیخته است، ارگ ریاست جمهوری خواستار بررسی این انفجار شده است. پلیس کابل بامداد امروز شنبه 7 نوامبر اعلام کرد که یما سیاوش یکی از مجریان مطرح پیشین تلویزیون طلوع و کارمند کنونی بانک مرکزی افغانستان با دو تن از همکارانش در نتیجه انفجار ماین جاسوسی شده در واسطه نقلشان کشته شد. این رویداد در مربوطات حوزه نهم شهر کابل رخ داده است. بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه میگوید که موتر حامل کارمندان این بانک هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که 3 تن از کارمندان این بانک به شمول یما سیاوش، مشاور امور روابط عامه احمدالله انس، معاون اجرایی ریاست این بانک و امین‌الله رضایی راننده ایشان کشته شدند. یما سیاوش در ولسوالی حصه اول کوهستان در ولایت کاپیسا به دنیا آمده بود. او در رشته حقوق و علوم سیاسی مدرک لسانسش را از هندوستان گرفته بود. یما سیاوش نزدیک به یک دهه به عنوان مجری برنامه های سیاسی و گویندگی خبر در تلویزیون طلوع و برخی از رسانه های دیگر این کشور فعالیت کرده بود. کشته شدن یما سیاوش یکی از صداهای رسای رسانه افغانستان واکنش های گسترده ای را برانگیخته است. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه این رویداد را نکوهش کرد و خواستار بررسی جدی آن شده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان یما سیاوش را یکی از بااستعدادترین مجری های افغانستان دانسته است. دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی کشته شدن این خبرنگار را غم انگیز و اندوبار دانسته و گفته است این جنایت نابخشیدنی و فراموش ناشدنی است. در یک اعلامیه شورای عالی مصالحه آمده است که هدف قرار دادن جوانان و دانش آموختگان ورزیده دشمنی آشکار با نسل تغییر در این کشور است. افزون بر این دکتر عبدالله هدف قرار دادن یک خبرنگار و صدای بلند رسانه ها را هدف قرار دادن آزادی بیان می داند و از نهادهای کشفی و استخباراتی افغانستان خواستار بررسی جدی و شناسایی عاملان این حمله شده است. صدیق الله توحیدی یکی از مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران با نکوهش تند این رویداد در صفحه فیسبوکش نگاشته است. یما از خوبان رسانه‌ای کشور بود. برای حکومت شرم است اگر توان مقابله و توان امنیت شهروندان را ندارد، قدرت را برای مردم واگذار کند تا مردم خود امنیت را تأمین کنند. افغانستان در هفته های اخیر گواه حملات خونباری بوده است. در این حملات بیشتر جوانان هدف قرار گرفتند. هفته گذشته در حمله بر دانشگاه کابل 22 تن از دانشجویان کشته شدند و 40 تن دیگر زخم برداشتند. همچنین در یک خبر دیگر، به نقل از فیسبوک امرولا سالی، فهرست جنایات و جرم طالب و همکارانش با ترور جوان پرنشاد، چهره توانا و آشنا برای همه ما، باز هم دراستر شد. شهادت یما سیاوش را به خانواده محترمشان و تمام مردم افغانستان تسلیت می گویم. تصمیم 19 هم جلسه 6:30 صبح روز شنبه تاریخ 17 مقرب مطابق به 7 نوامبر سال 2020. اول، بررسی اجمالی از پیشرفت در تحقیقات و پیگیری حمله بر پنتون کابل و کورس کوثر دانش صورت گرفت. سرنخ‌های زیاده به دست آمده است. هیچ امکان ندارد که این جنایت ها بی‌آدرس باقی بماند. به خاطر رعایت مسئولیت عملیاتی در این مرحله از دادن جزئیات ابا می‌ورزیم، ولی آن روز دیر نیست که مردم ببینند کدام دست ها دخیل بود و من تقاضای محکمه علنی را خواهم کرد. به امنیت ملی و پلیس ملی هدایت داده شد که پوشش محله به محله را 100 برابر سری بسازند و تمام امکانات مادی و تکنیکی که مورد نیاز است در اختیارشان هم قرار داده شده و هم قرار داده خواهد شد. دوم،
ترور و به شهادت رسانیدن دگروال غفاری، پدر بانو ظریفه غفاری، شاروال با شهامت میدان وردک در روز روشن در یک محفل عروسی صورت گرفته است. تروریستان 3 نفر بودن، سرنخ بسیار واضح وجود دارد. باز هم از پیشرفت در این زمینه هموطنان خیش را در جریان قرار خواهیم داد. کابل در 48 ساعت گذشته گواهی 7 رویداد جنایی و 2 رویداد تروریستی بوده است. یکی از افسران بخش عقیدتی اردو به اسم تورن صفی‌الله خان مسکونه ننگرهار در ناحیه 4 زمانی ترور شد که برایش تلفن آمد و از او خواسته شد جای بیاید. ترور او غافلگیرانه نبود و معلوم می شود که تروریستان بنابر هر دلیل با او شناخت شخصی داشتند. خانواده شهید در ننگرهار زندگی می کند. سوم، کسی که اشرف خان کارمند امنیت ملی را در ساحه بگرامی ترور کرده بود گرفتار گردید. اسمش نورالله است و او یکی از اعضای هسته ترور شهری مربوط طالبان است که پس از امضای توافق دوحه وظیفه گرفته بود. اهداف نرم را نشانه بگیرید و گویا کابل را آماده تسلیم شدن به طالبان سازید. این هسته کلان است و بخش زیاد آن تثبیت نابود و مهار شدند، اما کاملا از بین نرفتند. توافق ناسنجش در دوحه برای طالب روحیه کاذب ایجاد کرده است که ما داریم این روحیه را کار متمرکز در سراسر افغانستان به خاک مبدل می سازیم. طالبان مانند ملخ در قندهار تهاجم کردند و مانند ملخ بی‌هویت و بی‌نشان نابود گردیدند. شما حتما سخنرانی رئیس مدرسه حقانیه در اصل ابلیس و شیطانیه ختک را دیدید و شنیدید. به خاطر خونساسازی این دسیسه شیطانی و بزرگ نیاز است متحدانه و در یک صف قرار داشته باشیم. چهارم، عکس های سرهسته های ترور و طالب که بیشتر در کابل فعالیت دارند در شهر و دروازه های ورودی شهر نصب گردیدند. از مردم می طلبم که همکاری نمایند. پنجم، طرح امنیتی برای غرب کابل با بزرگان مردمی و قومی در میان گذاشته شد. آنها نیز طرح‌های معقول و عمیق را خود تدوین کرده بودند. به خاطر همسانسازی طرح دولتی و طرح مردمی کار آغاز گردید. بخش‌هایی از طرح مردمی نیاز به تعمیق و غرور بیشتر دارد تا بتوانیم امکانات لازمه را برای عملیاتی شدن آن بسیج سازیم. از تشریف آوری بزرگان قومی در جلسه 6.5 بجه ابراز امتنان و سپاس می‌نماییم و تعهد می دهیم که سطح اماهنگی را تشدید ساخته و خلاها را با همکاری یکدیگر پرسازیم. ششم، کمیته ترتیب جریمه کمرشکن برای ساختمان‌های غیر قانونی تشکیل گردید. به خاطر مهار بدنامی ما پلیس را از مسئله کنترل بلند منزل‌ها بیرون می سازیم. مسئله ساخت و ساز غیر قانونی باید با توسل و اتکا به قوت نرم دولت مهار گردد. پلیس نباید مصروف گزمه بلند منزل ها باشد. این مسئله فیصله گردیده است و ریاست تحقیقات جرایم جنایی هر کسی را که دست به ساختن بناهای غیر قانونی می زنند در فهرست مجرمین شامل ساخته و برخورد قانونی با آنها صورت می گیرد. اما ویران کردن ساختمان هایی که در نقاط حساس بنا یافتند انجام می یابد. هفتم، در ناحیه نهم مواد مخدر و نشاور علنی فروش می شود. ما تمام کارهای لازمه اولیه را برای راه اندازی عملیات و تصفیه کاری انجام داده ایم. چند قبل ده ها دواخانه به خاطر فروش تابلت های کا و دیگر ادویه غیر مجاز مورد تفتش و بررسی قرار گرفتند. اما یکی از مقام های وزارت صحت آمد تلاش کرد که اسم دواخانه ها افشا نگردد. با کار جدی پیدا کردیم که دواخانه های قانون شکن و حتی دواخانه های عادی و نرمال هفتوار مبلغ 1500 افغانی به یکی از این مقام ها می پردازد که چندین میلیون افغانی می شود. این کارمند شناسایی شده و از ریاست تحقیقات جنایی خواسته شده است که موصوف را زیر استنتاق قرار دهد. در جلسات بعدی اسمش را برای تان افشا خواهیم کرد. نهم، همه می پرسند که بحران معتادین چگونه می شود. از موینیت ضد مخدرات و وزارت امور داخله خواهان طرح شدیم. طرحشان ناقص بود. همراهشان کار می نماییم که در زمستان معتادین را به محلات بیرون از شهر انتقال بدهیم.
کار جریان دارد. وزارت داخله میگوید که حدود 6000 معتاد ولگرد وجود دارد که شب و روز در قبرستان ها و محلات عامه سپری میکنند. اما هر وقت 60 تن آنها گرفتار میشوند بقیه فرار میکنند. طرح باید شامل تثبیت خانواده ها شود. معضله اعتیاد تنها با زور و کار پلیس حل نمیگردد. شامل سازی خانواده ها کار بسیار مهم است. دهم، همه میپرسند چرا شهر سیستم ترانسپورت عامه ندارد؟ پاسخ بسیار ساده است و آن اینکه سرک ها در اختیار دستفروشان و غرفه های غیر قانونی است. پس از تسخیر سرک ها سیستم ترانسپورت فعال خواهد گردید. پس در آزادسازی جاده ها همکار باشید. آزادسازی جاده ها دستفروشان را بیکار نمی سازد بلکه منظم می سازد. 15، پرسیده می شود که ترافیک ضعیف است. دقیق، اما ترافیک را وقت داده ایم که مسائل ساده ولی تاثیرگذار را حل کند، مانند توقف رشوه در بخش جواز سیر، لایسنس، اجرای دستور در باره تعداد سواری در موترهای تاکسی و غیره. هنوز دستاورد قابل ملاحظه ندارد ولی بهبود آغاز گردیده است. من همراهشان کار می نمایم. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.